چطوری بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز این ویدیو با هم میخوایم به ترک جدید آشنا ریاکشن بریم به نام از طرف همه. اگه اشتباه نکنم اولین موزیک ویدیوی رسمی شه و فکر کنم اولین باریه که ما داریم به ترک ریاکشن میریم از آشنا به جای فری استایل. و توی فری استایل قبلی که ازش ریاکشن رفتیم یه تیکه اصلا به این نقدی که آقا چرا ترک نمیدی فقط فری استایل میدی و فری استایل از ترکات بهتره خودش اشاره کرد. و اگه اشتباه نکنم دلیل پخش این موزیک ویدیو هم به خاطر یک میلیونی شدن پیج اینستاگرامشه که از همه جور تبریک میگم. توی فکر کنم کمتر از یک ماه خورده ای تونست، شاید کمتر نمیدونم، یه کار عجیب غریب بکنه تو رپ فارسی. اما بدون هیچ وقت تلف کردن بریم سراغ این موزیک ویدیو از طرف همه ببینیم که داستان چیه. کسایی که ویدیو قبلی ندیدن، من فقط یه بار دیگه میگم، آشنا در حال حاضر رپر مستقل و همکارش با سرپیس ریکوردز قطع کرد و امیدوارم که بهترین اتفاق واسش بیفته. بریم ببینیم که این ترک و این موزیک ویدیو چطوری است. آقا لیتس گو. دیدم نمیشه بشینم با خودت رو در رو حرف بزنم، تصمیم گرفتم حرفم این مدلی بهت بگم. اوکی. امیدوارم بشنویش. از طرف همه عذر میخوام، از طرف همه عذر میخوام، چون تو لایه این همه نقاب خوب میگیریمت، چون همیشه ما رو همون جور که هستی میخواستی، ولی ما تو رو همش به چشم پول میبینیمت. از طرف کیا داره میگه؟ چون همیشه از طرف همه عذر میخوام، چون تو لایه این همه نقاب خوب میگیریمت، چون همیشه ما رو همون جور که هستی میخواستی، ولی ما تو رو همش به چشم پول میبینیمت. از طرف همه عذر میخوام، چون تو بودی که شجاعت بخشیدی به این مرد پوشالی، ببخشید که همیشه دست ما رو گرفتی، ولی ما وقتی فهمیدیم که بودش دستمون خالی. ببخشید که اشتباه خودمون رو میکنیم و موقع توبه کردن میزنیم و حرف مفتر و حواسمون به خدا. فکر کنم داره میگه آجی دفعین یه مناجات به خدا میزنیم و حرف مفتر و حواسمون هست به دهن همسایه‌مون، ولی نمیبینیمش. این قضای سر سفره رو هر کی بشناسه. واه حاجی خیلی قشنگ میگه، میگه حواسمون به این هست که همسایه داره چی کار میکنه، داره چی میخوره، ولی اون چیزی که خودمون داریم سر سفره خودمون رو اصلا بهش توجه نمیکنم. واقعا همینا، سر سفره رو هر کی داره حواسمون هست به دهن هم. به خدا اگه یکم حواسمون به زندگی خودمون باشه اصلا میدونیم با این دنیا چند چندی سایه‌مون، ولی نمیبینیمش. این قضای سر سفره رو هر کی بشناسد همه وجودشو بهت میبازه، فرقی نداره جهنم یا بهشتی باشه. گذاشتی پیش دنالی و درد پامون، چون نخواستی بفهمی معلولی از چه حسی داره. گذاشتی به چشم ببینم خودم اشک مامانو، که بفهمم نبوسولیم بدم زر مارا رو. گذاشتی بی پولی و با وجودم حس کنم، که بهم بگی یه روز باید بگیرم دست بابامو. گذاشتی چقدر خوبه به خدا، اینم قشنگ قضیه بود که میگفت یه پیام داره. همینم یه پیام واسه هیترهای آشنا که میگفتن نمیتونه چک خوب بده، آجی داره با موهای تن من بازی میکنه. واقعا ما باید تو شرایط سخت باشیم تا وقتی که از این شرایط سخت میایم بیرون قدر اون شرایط رو بدونیم، و بی پولی بکشیم تا ارزش پول لستون میاد، به شکست عشقی بخوریم تا قدر عشقی که داریم رو بدونیم، و خیلی از چیزای دیگه تا وقتی زمین نخوری قدرشو نمیدونیم. یه روز باید بگیرم دست بابامو، گذاشتی به سینم بخوره خیلی دست رزیاد، که بفهمم خوشبختی میاد یه روز بعد سختیاش. تو همه این چیزا رو گذاشتی من بفهمم، منم از طرف همه بنده ات معذرت میخوام. خدا میدونم نگات به منه، حتی اگه گمشم هر روز توی تنهایی بودی کنار خودم، به من نور بخشیدی الان ستاره شدم. خدا همیشه اون جایی حتی ببینم از کل دنیا من دلم پره، میخوام ببینم خوبی، چون وقتی حال من خوب نبود تنها رفیقم بودی. میدونم نگات اولین بار دارم ازش ملودیک میشه. منه حتی اگه گمشم هر روز توی تنهایی بودی کنار خودم، به من نور بخشیدی الان ستاره شدم. خدا همیشه اون جایی حتی ببینم از کل دنیا من دلم پره، میخوام ببینم خوبی، چون وقتی حال من خوب نبود تنها رفیقم بودی. میدونم باهات خوب نبوده زیاد رفتارم، ولی فکر نمی کنم تو زندگیم زیاد بد باشم. من کسایی رو دیدم که بهترم من بودن، بگو چی دیدی تو من اسکری لیاقت دارم، هرچی پست بزنم تو بازم عقب نمیری. این همیشه دیگه ساجی، واقعا همیشه هیچ کس نیست بکنم تو این دنیا که این چیزو به خدا این سوال از خود نپرسه که آقا چرا من توی هر شرایطی باشه، چرا من مثلا بعد بیام آمریکا، چرا من بعد فلان رشته قبول بشم، چرا من اصلا بعد این بلا سرم بیاد،
چرا من به این بیماری رو بگیرم. چون هیچ وقت با چیزی که دوستش داری طرف نمیشی، میدونم هر کاری بکنی یک مری. چون هیچ وقت با تو من اسکری لیاقت دارم، هرچی پستت بزنم تو بازم عقب نمیری. چون هیچ وقت با چیزی که دوستش داری طرف نمیشی، میدونم هر کاری بکنی یه حکمتی توشه، حتی عزیزترین کسم و باز ازم بگیری. الان که اینو می نویسم سه از سه صبح من. این خیلی فهم میخواد که یه پسر 17 ساله داره اینو میگه، میگه حتی اگه عزیزترین کسم ازم بگیری، میدونم که شاید یه حکمتی توشه. عزیزترین کس داری طرف نمیشی، میدونم هر کاری بکنی یه حکمتی توشه، حتی عزیزترین کسم و باز ازم بگیری. الان که اینو می نویسم سه از سه صبح من. کاش که دل همه بود اینه اون دل تو یه رنگ، کاش یه راهی بود مستقیم با خودت حرف می زدم. قول بده برداری اگه خوردش تلفنت زنگ، میخوام حرف بزنم باهات پشت تلفن یش، بریزم بگم ممنونم انقدر عبامو داری. حتی حبس بشم توی جای خراب و تاریک، برام مهم نیست چون میدونم تو برام اتاقی. خدا میدونم نگات به منه، حتی اگه گمشم هر روز توی تنهایی بودی کنار خودم، به من نور بخشیدی الان ستاره شدم. خدا همیشه اون جایی حتی ببینم از کل دنیا من دلم پره، میخوام ببینم خوبی چون وقتی حال من خوب نبود تنها رفیقم بودی. میدونم نگات به منه، حتی اگه گمشم هر روز توی تنهایی بودی کنار خودم، به من نور بخشیدی الان ستاره شدم. خدا شدم همیشه اون جایی حتی ببینم از کل دنیا من دلم پره، میخوام ببینم خوبی چون وقتی حال من خوب نبود تنها رفیقم بودی. تمام. کارگردان مهدی سیفی بود اگه شما. و این هم از این موزیک ویدئوی خفن میگم. ببین تکستایی که داره میگه واقعا واسه سنش خیلی بالاتره و میگم اصلا استعداد قلمی که داره توی این سن اصلا چیز عجیب غریبه. واقعا دمش گرم و یه بار دیگه هم تبریک میگم میلیونی شدنش رو توی اینستاگرام. من هر موقع راجع به آشنا فکر میکنم یاد اون مصاحبه جاستین بیبر میفتم که راجع به چی صحبت میکنه، بیلی آیلیش اگه اشتباه نکنم. و خب بیلی آیلیش هم تو 17 سالگی یه دفعه ترکوند با چند تا اون ترکایی که داد و جاستین بیبر گریهش گرفت، گفت که واقعا سن خیلی حساسیه و خیلی فشار میاد رود، خیلی توجه میاد رود، و مثلا 60 سال قبلش همین وسط آرزو بوده و همین رو یه دفعه یه اتفاق میفته و طرف خیلی قوی باشه و بدونه که چطوری از اون استعدادش استفاده کنه که به جای اشتباه کشیده نشه. مطمئنم که آشنام داره با این قضیه دست و پنجه نرم میکنه، ولی چیزی که تا الان نشون داده اینه که راه خودش رو پیدا کرده و داره از این استعدادش استفاده بهینه میکنه. و میگم الان احتمال خیلی زیاد زیر فشار، شاید توقعات مردم، شاید فشار از طریق رپ فارسی، از طریق مخاطب و از طریق حتی آرتیستا، ولی همینی که تا الان ضعفی نشون نده و داره راهش رو میده، یعنی اینو تو خودش داره که یه سوپر استار بشه. امیدوارم که بهترین اتفاق واسش بیفته. حرف دیگه ندارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.